وقتتان بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. هواداران معترض حزب جنبش ساختمان ولایت فاریاب و شماری از وسایط دولتی را به آتش کشیدند. این معترضان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی هشدار می‌دهند که اگر نظام الدین قیصری فرمانده محلی حزب جنبش از بند حکومت رها نشود به اعتراضات بیشتری دست خواهند زد. در این اعتراضات یک تن کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتند. اگر دولت مرکزی با خطاهای ما جواب نداد هیچ اونگون تظاهرات ما ادامه داره. اون تظاهرات خود ادامه میتیم. خشونت شد، کشته شد، هر چه شد بباش دولت هست. برای که شما خبر داریم مدت دو روز که دادخواهی مردم و ولایت فاریاب علیه حکومت فاشیست که نظام الدین قماندان را بدون کدام دلیل او را در تیاره با خود بردن این خلاف و اصول قانون و مقررات حکومت داری می باشد. هواداران حزب جنبش در ولایت سرپل دست به مظاهره زدند. آنان خواهان رهایی نظام الدین قیصری و بازگشت جنرال دوستم به کشور هستند. اعتراض کنندگان به حکومت هشدار می‌دهند در صورتی که به خواسته هایشان جواب مثبت ندهد دست به نافرمانی مدنی زده و اعتراضاتشان را گسترده تر خواهند ساخت. صدها تن از باشندگان سرپل در پی بازداشت نظام الدین قیصری دست به اعتراض زده و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی خواستار رهایی زود هنگام قیصری از سوی حکومت و بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری به کشور شدند. جلال آباد، ننگرهار 1,442,000 نفوس داره، 1,002,000 استیکر روان کرده. این جفا هست یا نیست؟ تو چه رقم رئیس جمهور هستی که امنیت ملت و ملت نمیخوایی؟ تو خود نمیایی که پیرا بکنی کت ما، تو خود نمیایی که کوچه گردی بکنی. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده به حکومت هشدار می‌دهد در صورتی که وضعیت همین گونه ادامه یابد انتخابات پیش رو با چالش روبرو خواهد شد. اگر مردم ما با فکر حرام زندگی آبرومندانه نداشته باشد، اگر منافع مردم افغانستان در خطر باشد، انتخابات پارلمانی با مشروعیت مردمی، مشروعیت قانونی را نخواهد داشت. ما مظاهره کنندگان مردم ولایت سرپل تقاضامندیم که رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان الهاد صدر جنرال عبدالرشید دوستم ما هرچه عاجل و با عافیت به کشور برگردند. معترضان هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت مرکزی به خواسته هایشان توجه نکند دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. آنان هشدار می‌دهند هر رویدادی که پس از این در شمال رخ دهد حکومت مرکزی مسئول آن خواهد بود. صدها تن از هواداران حزب جنبش با مسدود نمودن بزرگراه‌های شبرغان بلخ، شبرغان فاریاب و شبرغان مزار خواهان رهایی نظام الدین قیصری اند. آنان به حکومت هشدار می‌دهند که اگر حکومت آقای قیصری را آزاد نکند تمام اداره‌های دولتی را در این ولایت خواهند بست. تمام شهر را خاموشی فرا گرفته، دوکوکین بسته است و مردم سراسیمه هستند. هواداران حزب جنبش با راهندازی تظاهرات شعارهای نیز بر ضد حکومت سر می دهند. مظاهره کنندگان خواهان رهایی نظام الدین قیصری، نماینده خاص جنرال دوستم به فاریاب و بازگشت وی به فاریابند. سپاهت شمال دق ما مردم به امنیتی آورده ظلم کرده. آقای نظام الدین قیصری در مقابل داعش طالب مبارزه میکرد، منطقه ما را امنیت میکرد. یک خواست داریم، یکی خلاص باید نظام الدین قیصری رها شود. در غیر از این ما اینمی انسجام ما هر روز ادامه دارد. برخی هم میگویند سه شاهرای عمومی جوزجان را مسدود نگه میدارند و در صورت بی‌توجهی حکومت بندر آقگینه و حیرتان را نیز خواهند. سه ولایت راش بند است. مردم خیزش مردم کرده است، خود جوش حرکت کرده است. مردم تصمیم گرفته است نظام الدین قیصری بند آب باطغیس طالب
داهش گشتانده شتاب نظام الدین قیصر را دستگیر کرده دولت برده. از سوی هم رانندگان که وسایتشان توقف داده شده و شماری از مسافران میگویند ساعت ها در هوای گرم ایستادند و راهپیمایی معترضان به کار و زندگیشان صدمه وارد کرده است. یه ساعت چهار داد میشه در اینجا من منتظر هستیم. مریض هم هست تبدیه خوشتی کسی نمون که مریض هست. دکتر هم در هستم. دیگه چکنم اینم اینجا میبینی که حالت ببینید چرا خیم هست چکنم مدام اینجا استاد هست. مشکلات اینه گرمی هست جلال هستم دیگه. کار داریم اینه جای ما بند هست. نمیتونم دفتر دیگه هواداران حزب جنبش روز سه‌شنبه نیز در یک نشست خواهان رهایی و بازگشت فرمانده قیصری به فاریاب شده بودند. دهاتن از هواداران حزب جنبش در ولایت بلخ دست به اعتراض زده خواهان رهایی نظام الدین قیصری و برگشت جنرال دوستم به کشورند. رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید آقای قیصری مورد لت و کوب قرار گرفته و وضعیت صحیحش خوب نیست. اعتراض کنندگان میگویند در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراض های گسترده در نقاط مختلف کشور خواهند زد. در پی بازداشت نظام الدین قیصری یکی از افراد نزدیک به جنرال دوستم از سوی نیروهای کماندو در شهر میمنه به اتهام توهین به مقامهای بلندپایه حکومتی شماره از هواداران حزب جنبش در شهر مزار دست به اعتراض زده خواهان رهایی آقای قیصری و بازگشت جنرال دوستم به کشور هستند. از همون نقطه ای که اینا از داخل سالون قماندانی لوای فاریاب آقای قیصری را دستگیر کردند به نهایت لطکوب زیاد کردند و چندین نفر کماندو لطکوب میکردند. تا هنوز ما علتی را نمیدانیم که چرا نظام الدین قیصری بازداشت شده. آیا جرم نظام قیصری همی بوده که امنیت فاریاب را حفظ میکردند؟ اعتراض کنندگان میگویند در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده زده تا پشت درهای ارگ ریاست جمهوری خواهند رفت. میخواهیم نظام الدین قیصری را آزاد کنه. اشرف غنی جنرال دوستم بیای وطنش رهبر صاحب جمهوری ملی پدرم است. فهمیدی؟ اگر ما حساب رای ما را نمیدن ما مظاهره خود ادامه میدیم. تمام بندرها را بند میکنیم. فقط زن و مرد خیستیم تا که یک قطره خون در رگ ماست از جنرال دوستم از نظام الدین قیصری حمایت میکنیم. اعتراضات هواداران حزب جنبش همزمان در ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان راه اندازی شده و معترضان میگویند در صورت عدم رهایی نظام الدین قیصری فردا اعتراضاتشان را به ولایات شمال شرق گسترش خواهند داد. رئیس جوانان حزب جنبش میگوید در صورت عدم توجه حکومت به خواستهای هواداران این حزب معترضان در سطح کشور دست به نافرمانی‌های مدنی خواهند زد. وی شلیک بر معترضان در شهر میمنه از سوی نیروهای کماندو را مورد انتقاد قرار داده آن را عمل غیر بشری می‌خواند. بازگشت بدون قید و شرط جنرال دوستم و رهایی نظام الدین قیصری دو خواست اساسی و خواهان حزب جنبش در ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان است. صدها تن از هواداران حزب جنبش صبح چهارشنبه در شهر میمنه تظاهراتشان را ادامه داده و بخشهایی از ساختمان مقام ولایت را با آتش کشیدند. کنشکا ترکستانی رئیس جوانان جنبش میگوید این معترضان از سوی نیروهای کماندو هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. بالای معترضین نیروهای کماندو فایر کرده و در نتیجه یک کشته و بیشتر از 6 تن زخم برداشته که وضعیت دو تن از زخمی ها وخیم گزارش داده شده. در همین حال سخنگوی قلوردوی 209 شاهین اعتراض هواداران در شهر میمنه را تظاهرات مسلحانه میداند که نیروهای کماندو را وادار به مقابله نموده است. سخنگوی قلوردوی 209 شاهین می افزاید یک راننده آمبولانس از اثر شلیک های معترضان جانش را از دست داده است. نیروهای کماندو در ابتدایی که این حرکت شروع شدن اصلا در درون شهر نبودن، یک اتهام واهی و دروغ هستند به خاطر بدنامی نیروهای امنیتی و خود نیروهای کماندو. این حرکت توسط یک عده آدم های احساساتی استارت زده شدند و از مبدای حرکت توأم با خشونت بودند. با گفته عبدالاحد البیگ عضو شورای ولایتی فاریاب دست کم 7 تن در شهر میمنه زخم برداشتند و 1 تن جان باخته است.
اما با وخیم شدن وضعیت در شهر میمنه هیچ یک از اعضای شورای ولایتی و مقام‌های محلی فاریاب با تماس‌های خبرنگار آریانا نیوز پاسخ ندادند. اعضای شورای ولایتی بلخ و حزب جنبش در این ولایت بازداشت نظام الدین قیصری را به نفع مردم و حکومت نمی دانند. آنان می گویند اظهارات آقای قیصری در برابر مقام های بلند رتبه حکومتی باید از طریق گفتگو حل می شد و نیاز به هیچ خشونتی نبود. اعضای شورای ولایتی بلخ تاکید دارند که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. رئیس شورای ولایتی بلخ وضعیت پیش آمده در ولایات شمالی و بازداشت نظام الدین قیصری توسط حکومت را به نفع مردم و کشور نمی‌داند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ می‌گوید دولت باید قانون را به صورت یکسان بالای مسلح‌های غیر مسئول و اشخاصی که دست به زور آزمایی می‌زنند تطبیق کند، نه بالای اشخاص محدود. و اگر کاری مشکل از طریق تفاهم حل فصل نشه، من فکر میکنم باورم بر این است که تنش ها و بی اعتمادی ها در شمال افغانستان نسبت به حکومت مرکزی بیشتر میشه و این نشان میده که گویا به نحو حکومت مرکزی با حرکت های تبعیضانه. اکنون در ولایات شمالی اعتراضات گسترده برای رهایی قیصری جریان دارد. عنایت الله بابور فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری و یکی از افراد حزب جنبش وجود آقای قیصری را در شرایط فعلی در کشور ضروری می‌داند. از اهداف از اینا با این کار و با این ناامن سازی و فراهم ساختن زمینه طالبانیزم در شمال افغانستان است که اینا می‌خواهند که توازن رأی شمال و جنوب را برهم بزنند. اینا می‌خواهند که رأی شمال افغانستان تحت کنترل خود داشته باشند. و شماری دیگر میگویند آقای قیصری از حمایت مردمی برخوردار است و وجود وی در شرایط فعلی در کنار نیروهای امنیتی برای از بین بردن هراس افغانان مهم است. رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید حرکت تبعیض آمیز حکومت با اقوام افغانستان شگاف های قومی را بیشتر ساخته، وضعیت را به نفع طالبان رقم خواهد زد و دامنه ناامنی ها در شمال گسترش خواهد یافت. رئیس شورای ولایتی سرپل تایید می کند که طالبان از منطقه بزرگراه سرپل جوزجان 3 قاضی و 1 محرر دادگاه این ولایت را با خود بردند. از سوی هم مردم محل می گویند طالبان در جریان 1 روز 3 بار در این مسیر ایست بازرسی افراز کردند که سرانجام با نیروهای امنیتی درگیر شدند و 6 تن را با خود بردن. به گفته یک تن از کارمندان دادگاه ولایت سرپل، قاضی طارق، قاضی گل محمد، قاضی شعیب و قاضی رعوف در میان افرادی که از سوی طالبان ربوده شدند شامل هستند. برخی باشندگان ولسوالی بهارک تخار از حضور طالبان در مناطق این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنها نیروهای امنیتی تنها یک حمله گروهی طالبان را عقب زده و سپس ساحه را ترک کردند. اما فرمانده پلیس تخار می گوید تمام مناطق این ولسوالی از وجود طالبان پاک شده و هیچ تهدیدی وجود ندارد. در حمله گروهی روز سه‌شنبه طالبان بالای برخی مناطق ولسوالی بهارک تخار 4 روستا برای مدتی در کنترل این گروه قرار گرفت و نیز 8 سرباز جان باخت و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. این درگیری تا بامداد چهارشنبه ادامه داشت. مسئولان پلیس میگویند طالبان پس از مقاومت شدید اکنون متواری شدند و ساحه زیر حاکمیت نیروهای دولتی است. به گفته او در این درگیری ها به طالبان تلفات سنگین وارد شده و یک عضو این گروه که با چادری قصدی فرار داشت بازداشت شده است. طالبان در منطقه خروتی بهارک بالای نیروی دفاع خودی حمله کردن، بالای مردم حمله کردن که بدبختانه 3 نفر از خیزش مردمی محل به شهادت رساندن. سربازان نیز میگویند هنوز هم طالبان در نزدیکی های این روستاها حضور دارند اما توان رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند. مواجه شدیم طالبان از منطقه بیرون کشیدیم و شکر فضل خدا فعلا منطقه صلح و امنیت است. ما در امنیت زندگی میکنیم.
باشندگان محل نیز نگران وخامت اوضاع امنیتی اند و می‌افزایند نیروهای دولتی تنها حمله این گروه را عقب زدند. به گفته آنان هنوز هم طالبان در این روستاها حضور دارند، اما نیروهای دولتی ساحه را ترک نمودند. فقط با ما مردم می باشه که صلح بیاید در این منطقه، دولت بیاید، آرامش بیاید. در اینجا پوست ما مرد نداریم. بیادر ما دست داریم، دیگه چی بخوایم؟ دست نداریم، شاید شده را به همین منطقه را امن کنه، امنیتش را بگیره، تامین شوه. حکومت باید بیاید امنیتش را بگیره، ده مقابلش برونه همین نفر را که نمی آلی هم مردم که آورده. همین را ما آورده، هم تو آورده، دیگه آورده. همین را برادر برود، نفر بکشه بگه چی کرد این نفر. اما فرمانده پلیس هر گونه ادعا را رد کرده، میگوید در صورت هر تحرکی طالبان نیروهای کمکی به محل فرستاده خواهد شد. ولسوالی بهارک از ولسوالی های نزدیک به شهر طالقان است که در آتشبسی که از سوی حکومت اعلام شده بود طالبان آمدن، خود از ولسوالی خواجه‌غار در ولسوالی بهارک جا به جا کردن و روز گذشته با خیزش های مردمی در همین منطقه درگیر شدند. و گفته می شود که هنوز هم طالبا در دور پیش حضور دارند و نیروهای امنیتی تانستند که تنها حمله طالبا را که بالای ولسوالی بهارک داشتند به عقب بزنند و نگرانی های جدی هنوز هم وجود دارند. رئیس شورای ولایتی جوزجان است و خامت وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی می کند. وی هشدار می دهد که اگر حکومت هرچه زودتر به ولسوالی فیض‌آباد رسیدگی ننماید، بزرگراه شبرغان بلخ مسدود خواهد شد. از چهار روز به این سو مخالفان مسلح دولت با راه اندازی حملات در ولسوالی فیض‌آباد جوزجان 8 روستا را در این ولسوالی تصرف کردند. بابر اشتی رئیس شورای ولایتی جوزجان با نگرانی از افزایش ناامنی در مناطق مختلف این ولایت میگوید با آنکه چندین بار خواهان کمک از سوی مرکز به خاطر کاهش تهدیدات مخالفین به این ولسوالی شدند، اما تا کنون به خواسته هایشان رسیدگی نشده است. او میگوید اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، شاهراه شبرغان بلخ مسدود شده و مشکلات زیاد دامنگیر مردم خواهد شد. ولسوالی فیض‌آباد تحت محاصره، تحت فشار مخالفین قرار گرفته. چندین قریه‌جات مربوط به ولسوالی فیض‌آباد به دست طالبان افتاده و بسیار وضعیت وخیم است در فیض‌آباد. امکان دارد که در نزدیکی وقت شاهراه مزار شریف جوزجان هم مسدود شود. دیروز هم با مقامات مرکزی صحبت کردیم که تا دیگر سر عملیات صورت بگیره و اونا وعده کردن که ما از قوت‌های مزار شریف هم برای شما کمک خاطر روان کردیم، اما تا بلوز بر ما کمک نرسیده. در همین حال صاحب خان فرمانده نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی میگوید هرچند درگیری میان دو طرف توقف یافته، اما هر لحظه امکان آغاز دوباره آن میرود. حالا مشان انتظار میرم جنگ را چی بله پیدا کنه ترکان شاید بکنم میرم یادم که بیشتر میرم شاید خبر کش پیدا کنم بکنم کبه هم تاکی ما کنم فرکی کنم تاکی ما کنم وزیت نمیشه کنم. شمار از فعالین مدنی در ولایت جوزجان با نگرانی از وضعیت پیش آمده در این ولایت خواهان راه اندازی عملیات تصفیه‌ای گسترده در ساحات ناامن هستند. فشار جنگ در ولایت هلمند پس از اعلام آتش بس کاهش یافته است. فرمانده پلیس هلمند میگوید پس از اعلام آتش بس و هنگامی که طالبان به شهر آمدند و با نیروهای امنیتی کشور دیدار کردند، علاقه ایشان به جنگ به شدت کاهش یافته است. از سوی هم اعضای شورای ولایتی میگویند حکومت باید تشکیلات امنیتی را در هلمند تکمیل کند، زیرا بهترین زمان برای اجرای عملیات در این ولایت است. ولایت هلمند به مثابه مرکز جنگ در افغانستان شمرده می شود و شدت حملات مخالفان در هر فصل سال در این ولایت وجود دارد. اکنون فرمانده پلیس این ولایت می گوید که پس از اعلام آتش بس از سوی حکومت و آتش بس 3 روزه از سوی طالبان، شدت جنگ در این ولایت کاهش یافته و بیشتر طالبان علاقهشان به جنگ را از دست داده اند. وی دلیل این کار را دیدار طالبان با مردم و نیروهای امنیتی در 3 روزه عید می داند. په صفات یو افغان په صفات یو بسلا تابه د افغانستان یو په صفات یو ورونه یو ځای ژوند وکي. وای می افزاید که اکنون عملیات را در برخی مناطق این ولایت آغاز کرده اند، اما طالبان بدون مقاومت این مناطق را رها کرده اند.
از سوی هم رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید که اکنون زمان مناسب برای عملیات گسترده در این ولایت است و اکنون باید تشکیلات امنیتی در این ولایت تکمیل شود. من پر خارجی چه مشت معلومه ده او چون هر سرباز، هر سای منصب، هر مسئلدار تا معلومه ده دا امکان پذیره نده چه دیدی پا دغا تشکیلاتو بندی ده هلمند پر اوزا بندی مسئلاتی. با این حال مسئولان می گویند که روند بایومتریک نیروهای امنیتی در این ولایت آغاز شده تا مشکلات و کمبودات مرفوع شود. فرمانده پلیس بغلان می گوید برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری و ساحات تحت حاکمیت طالبان در این ولایت منتظر دستور مرکز هستند. فرمانده پلیس بغلان می گوید برنامه بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری و مناطق دند غوری و دند شهاب‌الدین پلخمری با مرکز شریک شده و هر زمانی که کابل هدایت دهد آنان بیدرنگ در اجرای عملیات اقدام خواهند کرد. طبق هدایات مقامات زی صلاح آن لحظه که برای ما هدایات پیشتوی یا در ساحات دند شهاب‌الدین، دند غوری و دهنه غوری باشه و سایر نقاط در ولایت بغلان آمادگی عام تام داریم، کدام تشویشی در رابطه وجود ندارد. آقای سره به این پرسش که نظامیان بغلان پس از عید و ختم آتش‌بسی یک طرفه حکومت با طالبان مسلح در حالت دفاعی اند و یا تعرضی این گونه پاسخ می دهد. فعلا در موقعات خود ما جا به جا هستیم و جلسات بعدی که در شورای نظامی انشالله روی موضوع بازپسگیری دند غوری و دند شهاب‌الدین و دهنه غوری است سر از این انشالله بحث خواهد کردیم و در آینده های نزدیک شما را در جریان قرار دهیم. ولسوالی دهنه غوری و ناحیه های دند شهاب‌الدین و دند غوری پلخمری دو سال است که سوی طالبان مسلح اداره می شود و این همه در کنار سایر چالش های امنیتی سبب نگرانی مردم بغلان بوده است. ممنون از همراهیتان. تا درود دیگر. بدرود.